درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های تصویر پارسه. امروز صحبت‌هایی می‌کنیم در رابطه با رژیم آخوندی که از سال 57 به بعد به گونه عمل کرد که در حال حاضر نتایج مخرب اون نشان دهنده آن است که این حکومت، یعنی حکومت آخوندی، برای کمک و برای توسعه و برای رشد انسانیت به ایران نیامد و هر کاری که کرد در رابطه با تخریب ایران و بردن ایران و آزار و اذیت رساندن به مردم ایران بوده و هست. با صحبت‌هایی که شروع سال 57 خمینی و دیگر دستاندرکاران کردند که این حکومت می‌خواهد بیاد و ایران را آباد کنه و مردم رو به زندگی بهتری برسونه و هزاران وعده و وعید دروغ دیگر که همه می‌دانیم. امروز در رابطه با تقویت کردن گروه‌های اسلامگرا و تندرو مثل خمینی و دیگران رو معمولاً میگن در زمان پهلوی شاه اونها رو تقویت کرده و به گونه‌ای با اونها کنار اومده و این امر باعث شده که ما در بعد از انقلاب حکومت آخوندی نصیبمون بشه و آخوندا بیان و فعالیت‌هایی که ما بر علیه شاه در دوران قبل از سال 57 داشتیم به قولی انقلاب رو از دست انقلابیون تحصیل کرده بربایند. صحبت‌های کلیشه‌ای می کنند که در زمان پهلوی تقویت اسلامگرایی زیاد بود و شاه باعث شد که اینها تقویت بشند و بعد از اون هم حکومت کنند. یعنی یک چند سالی هست عده زیادی از کسانی که به عنوان پیشروان و پیشتازان انقلاب محسوب میشن در سال 57 و حالا از قدرت محروم شدند و مورد خشم و غضب حکومت خمینی قرار گرفتند و به جای اعتراف به اینکه نباید سکان را به دست خمینی میدادند و حتی نباید انقلابی صورت میگرفت و اگر هم اشکالات و اشتباهاتی بود باید اصلاحات صورت میگرفت، در حالی که خود پادشاه در جریان شلوغی ها اعلام کرد میشود اصلاحات انجام داد و به جای اعتراف به اشتباه خود در جریان انقلاب فرافکنی کرده و کلیشه های عجیب و غریبی رو عنوان می کنند و جعل می کنند، از جمله این که روح الله خمینی به اونها خود ازده و انقلاب را دزدید. وقتی به این مسائل پاسخ داده میشه باز اعتراض می کنند و حکومت قبل از انقلاب رو به تقویت روحانیون و اسلامگرایان متهم می کنند، در حالی که تاریخ تحولات منجر به انقلاب نشون میده که اتفاقا روح الله خمینی بر روی دوش افراد تحصیل کرده در غرب به ایران آمد. او در میان روحانیت سنتی طرفدار اندکی داشت، هرچند بعدها با امکانات حکومت توانست بخش اعظم روحانیت رو به زیر پرچم گفتمان خودش بکشونه و یک پدیده به مردم غالب کنه. عده‌ای از روحانیون و بچه مسلمان‌های غرب رفته که علاقه و آتش عجیبی به بازگشت امت محمد رو داشتن در سالهای اقامت در غرب پیشرفت غرب رو دیدن، دچار بحران هویت شدند، سعی کردند در مقابل عظمت غرب کم نیارند، مدعی شدند که اسلام هم برای این دنیا حرفی برای گفتن دارد و بلکه بهتر از این غربی‌های بی‌دین می‌تواند دنیا را اداره کند و حکومت بهتری بسازد. از سید جمال الدین و عبده تا بازرگان شریعتی، آخوند بهشتی و نمونه‌هایی که از این افراد بودند در این میان و در این جماعت، آخوند بهشتی یکی از مخربترین افراد بود. او نظام حقوق کیفری ایران که با اصلاحات درخشان قانون مجازات در سال 52 در حد و استانداردهای حقوق کیفری اروپا ارتقا یافته بود را نابود کرده و مبتکر قانون مجازات اسلامی شد، قانونی که حتی برخی از قضات همین جمهوری اسلامی را به سطوح آورده. در دوران دانشجویی یک استادی بود که الان در قضات دیوان عالی کشور، او می گفت نابسامانی های حقوق جزای ایران در حال حاضر
فقط یک راه حل فوری داره و اون اینکه طبق یک ماده واحده کل قانون مجازات اسلامی نسخ و قانون راجع به مجازات عمومی و مسبب 1304 با اصلاحات 1352 جایگزین آن شود. اما افراد انقلابی که از قدرت محروم شدند و الان مخالفین خمینی هستند و فرافکنی می کنند، باید پاسخ دهند که انقلاب 57 قرار بود دقیقاً به چه وضعیتی منجر شود، چه نظامی قرار بود مستقر گردد، آنها در جریان مبارزه با رژیم گذشته کدام رساله حقوقی درباره نظام سیاسی مد نظر خود رو برای دوران بعد از انقلاب نوشتند که الان مدعی هستند که انقلابشان به سرقت رفت. اصلا آنها در میان انبوه محتواهایی که تولید کردند یک سطر در باب فلسفه حقوق دموکراسی، نیم خط در باب فلسفه سیاسی آزادی، یک کلمه درباره مبانی ساخت نوشتند. و یک راه حلی که برای وقایع آذربایجان پیشنهاد کرده بودند این بود که ایران به تمام مناطقی از مملکت خود که در اونجا احیاناً یک نوع زبان محلی یا یک زبان به خصوصی صحبت می شد به اون مناطق خودمختاری بدهد. به خواست خداوند این پیشنهاد قبول نشد، ولی آذربایجان برای یک سال از ایران جدا بود. معجزه‌ای شد و تمام کسانی که قلبشون برای این مملکت میتپید به پا خواستند. علی رغم تمام مخاطرات تصمیم گرفتیم که یا موفقانه خاک ایران را دو مرتبه به وطن ایران برمیگردانیم یا در این راه لااقل شرافتمندانه از بین میرویم. باز به خواست خداوند در این راه توفیق پیدا شد. موقعیت جدیدی بود. دو مرتبه احساسات ملی در ایران پیدا شده بود. فرد این مملکت از پیر و جوان، غنی و فقیر، با وجودی که اختلافات طبقاتی بسیاری در آن موقع وجود داشت، با اتحاد کامل دور پرچمی که به دست من بود جمع شده بودند. انقلاب 57 نمیتوانست به چیزی غیر از ولایت فقیه منجر شود. کل انقلابیون مذهبی و غیر مذهبی و ضد مذهبی در طول 30 سال مبارزه با پهلوی یک رساله حقوقی هم ننوشتند و تا کنون بارها شنیده شده که گفتند شاه مسیر مبارزات سیاسی رو بست و راهی به جز خشونت و اقدامات براندازانه و نهایتاً انقلاب و کشتار رو باقی نگذاشت و مقصر رو شاه فقید دونستند. هزار بار، ده ها هزار بار این حرف رو زدند. آیا اینکه بازرگان گفت نقش اول در انقلاب رو خود اعلی حضرت داشتند درست است؟ نگاهی بندازید به فهرست اقدامات تروریستی و قتل‌های سیاسی مخالفین حکومت پهلوی در دوره پادشاهی محمد رضا شاه. اگر نگاه کنید از 20 اسفند 1324 که ترور احمد کسروی به همراه منشی دفترش در اتاق بازپرسی ساختمان دادگستری تهران به ضرب گلوله و 27 ضربه چاقو توسط گروه طرفدار خمینی فدایان اسلام انجام شد، یا 21 بهمن سال 26 ترور محمد مسعود روزنامه‌نگار، یا 15 بهمن 1327 اقدام به ترور محمد رضا شاه از سوی مذهبیان صورت گرفت، یا 13 آبان 1328 ترور نخست وزیر ایران عبدالحسین حجیر در مسجد سپهسالار توسط گروه اسلامگرای فدایان اسلام صورت گرفت، 30 مرداد 1329 دکتر حسن امامی توسط یک تروریست به ضرب گلوله مجروح شد، 6 خرداد سال 29 نماینده مجلس احمد دهقان و سردبیر تهران مصور ترور شد،
16 اسفند سال 29 رزماران و خس وزیر ایران توسط اعضای فدایان اسلام به نام خلیل طهماسبی با حمایت محمد مصدق و حسین فاطمی در مسجد شاه ترور شد. 28 اسفند سال 29 عبدالحمید زنگنه وزیر فرهنگ توسط تروریستی به نام نصرالله قمی در دانشگاه تهران کشته شد. 25 آبان سال 34 سوء قصد جان حسین اعلی نخست وزیر که با گیر کردن گلوله در اسلحه نافرجام ماند. 22 آبان 41 ترور مهندس ملک‌آبادی رئیس اصلاحات ارضی فیروزآباد توسط زمینداران با حمایت اسلامگرایان انجام شد. سال 43 ترور حسن علی منصور نخست وزیر ایران در مقابل مجلس شورای ملی توسط محمد بخارایی از اعضای حزب مؤتلفه انجام شد. سال 44 سوء قصد به جان محمد رضا شاه پهلوی در کاخ مرمر از سوی شخصی به نام شمس‌آبادی انجام شد که در این سوء قصد دو افسر گارد جاویدان کشته، یک باغبان و خدمتکار زخمی شدند. 20 آذر سال 57 سه تروریست نفوذی مسلح با ورود به سالن غذاخوری پادگان لویزان افسران رو که بی دفاع بودند و هیچ اسلحه‌ای نداشتند رو به رگبار بستند. بر اساس آمارها 75 افسر در این حمله تروریستی قتل عام شد و ده ها اعمال تروریستی دیگر. شما این همه ترور و آدم کشی رو مسببش رو کی میدونید؟ اینا همه از جنایاتی بود که توسط اسلامگرایان از قبل از انقلاب شروع شد. شاه ایران در صحبت‌های بسیار غم‌انگیزی که الان براتون میذارم ببینید چقدر خوب این رژیم رو شناخته، در همون سال 57 چقدر خوب، چقدر دقیق رژیم رو شناخته و توضیح داده که این رژیم تازه جمهوری اسلامی که وارد ایران شده جز نابودی ایران و جز خراب کردن رسم راه قدیمی ایران، یعنی 2500 سال شاهنشاهی، رسم راه شاهنشاهی رو چیزی در فکرش نیست، فقط به فکر خودش و رشد اسلام قشری است. صحبت‌های رو که محمد رضا شاه پهلوی انجام داده گوش کنید. It comes in the picture that the man there, you see, he doesn't want to hear about the history of our country. One day before he came back to Tehran a year ago and took over, he says the history of the country doesn't exist. There has not been a single good king in the history of Iran. So he thinks that the history of Iran starts with him on whatever it was, February of 1979. That's why they are concentrating so much on me because I was the king. The history of Iran must disappear. With I as a king, with the other kings, with everything that existed before February 1979. دیدید که چطور دقیق این رژیم اسلامی که الان ماهیتش رو همه مردم دارن به عین میبینند و تمام پیشبینی هایی که در این یک دقیقه ای که صحبت کرد شاه فقید، چقدر دقیق این رژیم رو افشا کرد. همون سال 58 صحبت ها شد و گفت و میدانست که کشور به این روز خواهد افتاد. اما بازم دیر نیست، ما باید بجنبیم این آخوندهای ضد ایران و ایرانی تا کشور رو به یک بیابان بی آب و علف تبدیل نکردند و کشتاری بیشتر از این انجام ندادند، با تظاهرات میلیونی اونها رو به زیر بکشند. You feel that your people let you down or that you let your people down? First of all, when we say the people, we cannot talk about all the people. That's absolutely not true. Now, I can say that the silent majority remains silent. And if I let my people down, it was for the purpose that I tried to explain, that a king cannot be a dictator and that a throne could not be based on blood. This is my only explanation for what it is worth.
Did your people let you down, do you think? Well, the majority remained silent.